درود و مهر بر شما. احتمالاً شما این نمایشگر رو دستگاه قدیمی خیلی دید. این برای باتریه. من از این میخوام استفاده کنم تا بتونم میزان صدا رو نشون بدم. مثل یک ویومتر، ولوم یونیت. من میخوام از گوشی موبایل استفاده کنم. یعنی صدای موبایل رو به کمک این مدار وارد این میکنم با 5 ولت. صدای موبایل رو وارد این ماژول آمپلیفایر میکنم. این دوتا همزمان شروع به کار میکنن. و این عقربه همزمان با صدا حرکت میکنه. چون قانون کپی رایت وجود داره، من از موزیک های خود یوتیوب میخوام استفاده کنم. اول تستش کنیم، بعدن شماتیک اینو براتون میکشم و نحوه اتصالات رو براتون میگم. الان اینجا خیلی شلوغه، ولی مدار خیلی راحت. میخوام از 5 ولت استفاده کنم. یعنی هم 5 ولت به این میدم، هم 5 ولت به ماژول آمپلیفایر. داخل این یک سیم پیچه اون پایین. با یه آهنربا. اینا مدل و اندازه های مختلفی دارن. خب تستش کنیم. منبع تغذیه روشن میکنم. 5 ولت. حالا صدا رو پخش کنیم. خب من صدای آمپلیفایر رو قطع میکنم، فقط میخوام این حرکت کنه. دوباره صدا رو پخش میکنم. الان صدای آمپلیفایر رو قطع کردم، فقط ورودی مدار فعاله. به کمک این ولوم میتونیم اینو تنظیم کنیم، حساسیت کمتر یا بیشتر. اگه بچرخونمش تا انتها، این حساسیت کامل. کمش میکنم. پس این مدار روی ورودی صدا هست. روی بلندگو هم میشه قرار داد. خب حالا میخوام شماتیک رو براتون بکشم. ولی قبل از اون یه بار دیگه تستش کنیم. خب من از موبایل داشتم استفاده میکردم. امکان داره شما از فلاش پلیر استفاده کنید. اینا خروجی های قوی تری دارن. تنظیمات رو شماتیک بهتون میکنم. من از این مدار استفاده کردم. مدارهای خیلی زیادی وجود داره. بهترین راه استفاده از اوپ امپ یا تقویت کننده عملیاتیه. همون آیسی هایی که برای پیش تقویت یا پری امپلیفایر استفاده میشه. در دستگاه هم از اوپن به استفاده شده. من برای راحتی کار از یک ترانزیستور استفاده کردم. خب چطور این کار رو انجام بدیم؟ از ورودی شروع میکنیم. اینجا اینپوت هست. صدای موبایل، آیدیو. اینجا مثبت، اینجا منفی. این یک خازن کوپلاژ اینه. 10 میکرو. این ور مثبت، این ور منفی. اینجا هم گرانده، همون 0 ولت. بعد از خازن کوپلاژ میرسیم به یک ولوم برای تنظیم حساسیت پایه بیس. من شکل ظاهری ولوم رو میکشم. 3 تا پایه داره. پس خورده به پایه کناری. ولی بعد از این خازن یک خازن دیگه هست. این خازن ذخیره است، همون حالت انولوپ. چه کار میکنه؟ باعث نرمی حرکت عقربه میشه. میزان این خازن رو میتونید تغییر بدید. من اینجا 10 نانو گذاشتم. جاش کجاست؟ در اینجا. 10 نانو. شمارش 103 هست. مثبت و منفی نداره. حالا برای تخلیه این خازن یک مقاومت 100 کیلو هم گذاشتم. اینجا هست. بازم به گراند هست. پس این مقاومت میشه 100 کیلو. پتانسیومتر هم 100 کیلو گذاشتم.
پس شما میتونید این خزینه رو تغییر بدید، 10 نانو، 100 نانو، هر مقداری که ببینید حرکت عقربه روانتر. این پتانسیومتر یا ولوم هم میتونید تغییر بدید. من فعلا 100 کیلو گذاشتم. پایه کنار ولوم که این پایه میشه، اینم به گراند متصله. سیگنال از اینجا وارد شده. این خزینه کوپلاش چون 10 میکرو هست رو صدا زیاد تاثیر نمیذاره. پایه وسط که همون وایپر هم بهش میگیم، بدون که به جای متصل باشه میرسه به بیس این ترانزیستور. پس در واقع این پتانسیومتر یا ولوم به عنوان مقاومت بیس هم هست. من چه ترانزیستوری استفاده کردم؟ NPN 2N2222A هستش. ترانزیستوری که حساسیت خوبی داره. در اینجا کلکتوره و در اینجا امیتر. من میدونم که خیلی از بینندگان بزرگوار تمامی اینا رو میدونن. من اینا رو برای دوستانی دارم میگم که تازه الکترونیک رو شروع کردن یا تجربه کمتری دارن. جزئیات رو برای اونا میگم. پس این یک ترانزیستور NPN. اینم پایه بیس. در این ترانزیستور پایه وسط بیسه. این پایه امیتر، بالا کلکتور. ترانزیستور به سمت پایین هست. یعنی نوشته هاش به سمت پایینه. حالا برای اینکه این ترانزیستور روشن بشه نیاز به دو تا مقاومت هست. یک مقاومت از این بالا داره میاد، یک مقاومت از این پایین، یعنی یکی از کلکتور یکی از امیتر. مقاومتی که اینجا هست از بالا 100 کیلو، مقاومتی که پایین 10 کیلو. پس این باعث بایاس شدن ترانزیستور میشه. از چه ولتاژی استفاده کردیم؟ 5 ولت. پس در اینجا ما 5 ولت رو گذاشتیم. در اینجا یک مقاومت دیگه هم هست. میتونید اینو بذارید یا نذارید. این مقاومت 10 اوهمه. دقت بفرمایید که 10 اوهمه نه 10 کیلو. امیتر به کمک این مقاومت به گراند متصله. حالا یه سوال پیش میاد. پس این ویومتر رو کجا بذاریم؟ اگر ما اینو به گراند متصل کنیم چه چیزی باید اینجا نمایش داده بشه؟ ما دو راه داشتیم. هم میتونستیم ویومتر رو بالا بذاریم روی کلکتور و هم روی امیتر. من در اینجا روی امیتر گذاشتم. پس قبل از اینکه به گراند متصلش کنم میام ویومتر رو میذارم. پس این مقاومت رو میتونید بردارید. من اینو به عنوان تست قرار داده بودم که فعلا همینطور مونده. پس این مقاومت باید برداشته بشه. به جای این در اینجا ویومتر قرار بگیره و این به گراند متصل بشه. حالا پشت این نوشته مثبت و منفی. مثبت به امیتر متصل میشه. پس در اینجا مثبت، اینجا منفی. اگه میخواید مثل همین طرح رو اجرا کنید، مقاومت 10 اوم رو همینجا بذارید. روشی که من اجرا کردم به این حالت. حالا یک نکته. ما میخوایم از 5 ولت استفاده کنیم. ولی میدونیم ماژول آمپلیفایر 5 ولت براش کمه. منظورم این ماژوله که تو بیشتر ویدیوها ازش استفاده میکنم. این تا 20 ولت هم میتونه تحمل کنه. خب باید چیکار کنیم؟ برای اینکه دو تا ولتاژ جدا بشه و ما بتونیم ولتاژ بیشتری به ماژول آمپلیفایر بدیم، اینجا یک رگولاتور میذاریم. رگولاتور 7805. چجوری باید نصب بشه؟ شکل ظاهریشو میکشم. سه پایه داره. LM7805. این بالا بخش فلزی داره. پایه وسط گراند یا منفیه. پس این پایه میشه همون 0 ولت. این پایه که در اینجاست میشه ورودی. پس اگر 20 ولت داریم، میخوایم ماژول رو با 20 ولت یا 12 ولت رو اندازی کنیم، به این پایه وصل میشه. حالا این پایه که در اینجاست بدون اتصال به پایه وسط وصل میشه به اینجا. الان 5 ولت به این مدار میرسه. حالا ماژول آمپلیفایر مستقیما از این 20 ولت یا 12 ولت تغذیه میشه. رگولاتور باعث میشه که نویز کمتری هم ایجاد بشه. یعنی تغذیه دو مدار جدا میشه. ولی گراند دو مدار باید یکی باشه. یعنی 0 ولت ها رو به هم متصل کنید. بر فرض مثال شما اومدید برای این مدار از یک آداپتور موبایل استفاده کردید. 5 ولت جداگانه. منفی ها رو حتما به هم وصل کنید. پس اگر از آداپتور موبایل یا شارژر موبایل استفاده می‌کنید، دیگه رگولاتور 7805 نمی‌خواد.
سیم مثبت رو اینجا بزنید به کلکتور، منفی هم به امیتر یا گراند وصل میشه. بس کل نقشه این بود. حالا اجزا رو ببینیم. این خازن کوپلاژ ورودیه، منفیش در اینجاست، خورده به این پایه. این خازن 100 نانوه، این گرانده یا صفر بولت، این 100 کیلوه. پایه وسط از طریق این سیم که بالا هست اومده رو بیس پایه وسط ترانزیستور. این کلکتوره، یک مقاومت 100 کیلو رو بیسه. این امیتره، یک مقاومت 10 کیلو داره و ادامه این از این سیم خورده به ویومتر به پای مثبتش، پایه منفی به کمک این گیره به 0 ولت وصل میشه. ورودی صدا، این سیم استریو هست، یک لاینش رو دادم به ورودی خازن، منفی هم اینجاست. و سیم دوم یا استریو لفت و رایت رو، این یکی رو میتونم بدم به ماژول آمپلیفایر. از کل مدار همینه. با این ولوم باید تنظیم کنید که چقدر عقربه حرکت کنه. این خازن رو اگر مقدارش رو کم و زیاد کنید، حرکت عقربه نرمتر یا سریعتر میشه. حالا تو این ماژول شاید بخواید به جای موبایل از این استفاده کنید. قبلا اینو شرح دادم. در اینجا ولتاژ میگیره، مثبت و منفی اشتباه نزنید چون باعث سوختن ماژول میشه. خروجی ها در اینجاست، لفت و رایت، پای وسط هم گراند. بس خروجی ها رو از اینجا بگیرید، یا لفت یا رایت. به کجا وصل شه؟ به ورودی این خازن. یکی دیگه از این پایه ها وصل میشه به ماژول آمپلیفایر. به کجای ماژول باید متصل بشه؟ ماژول آمپلیفایر ورودی صدا داره، وسطی گراند یا صفر ولت، یکی لفته یکی رایت. در اینجا یک بلنگو، بلنگوی بعدی و اینم ولتاژه که همون 12 یا 20 ولت رو باید به این بدیم. حالا شکل اینم براتون بکشم. این ماژول آمپلیفایر 3 تا پایه برای ورودی داره. وسطی گراند هست، 0 ولت، اینجا لفت، اینجا رایت. یعنی صدای موبایل یا هر چیزی که میخواید به عنوان ورودی استفاده کنید باید وارد لفت یا رایت بشه. اگه استوریو هست وارد هر دوتا بشه. حالا ماژول آمپلیفایر نیاز به ولتاژ داره، پس مثبت منفی. این منفی حتما به این باید وصل بشه، یعنی دوتا رو یکی کنید، منفی ها رو. ولتاژ مثبت به اینجا وصل بشه، ابتدای رگولاتور. اگر رگولاتور نمیخواید باید به اینجا وصل بشه که بهتر رگولاتور رو بذارید. دو تا بلنگو میخواد که شما میتونید بلنگوها رو هم اینجا بزنید. پس ورودی صدا که فرض میکنیم اینجا هست، یکیش باید متصل شه به اینجا، یکی دیگه باید متصل شه به لفت یا رایت. این یکی هم گرانده چون ما میدونیم خروجی موبایل استریوه. حالا اگر فقط صدا رو به صورت مونو میخواید، یعنی تک سیم دارید، دو تا سیم دارید، دیگه سیم سومی وجود نداره. صدا از این مسیر وارد این مدار میشه، از همین مسیرم هم وارد ماژول میشه. اگر به فیش‌های موبایل دقت کنید، برای هندزفری 3 بخش داره. یکی برای میکروفونه، دو تا صدا و یکی هم که گراند مشترک هست. ما با میکروفون این کار نداریم. دو تا خروجی صدا داریم و یکی هم 0 ولت. 0 ولت و دو تا خروجی صدا. خب من الان اومدم اینو به خروجی متصل کردم، یعنی با بلندگو اینو موازی کردم. اول یک دیود قرار دادم برای اینکه این عقربه به سمت چپ حرکت نکنه، همیشه بیاد به سمت راست. سر خطدار دیود که کاتود هست خورده به دو تا پایه ولوم، پایه وسط و پایه کناری. این یکی سیم که پایه کناری هست اومده خورده به مثبت، منفی از اینجا دور زده اومده رو سیم بلندگو. بس این قطعه با بلندگو موازی هست،
این ولوم مثل یک مقاومت تو مسیره. اینا سیمپیچاشون اوم‌های مختلفی داره. شما میتونید ولوم‌های مختلفی رو تست کنید. مشکلی که در اینجا هست اینه که شما هر بار صدا رو کم و زیاد کنید، باید این ولوم رو هم تنظیم کنید. اگر بخواید اینو رو خروجی قرار بدید. یه دور اینو اول تست کنیم. منبع تغذیه رو روشن کردم. حالا صدا. پس با تنظیم این ولوم حرکت عقربه تعیین میشه. به نظر من روش اول بهتر از این روش هستش. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.